به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. البته به اصلاح هر روزها صدها نامه شکایتی می رسد، ولی این نامه های رسیده از ناحیه یاوان واقعا هم خیلی جالبند و سری فرصت نشر این نبود، ولی چون دیدیم خیلی مهمند آن را وقت نشرش را به پیش گذراندیم و عنوان برنامه ما چنین است: شکایت سابق ملیسه های یاوان از وزیر و سردار شعبه وزارت کارهای داخلیشان. اینم یک شکمبه 140 کیلو است که بهانه. من در مقامات کارهای داخلی از سال 1989 تا این جانب کار و فعالیت میکنم. طول این سالها با چندین ناحیه برای کار روانم کردند، اما ماه نویبر سال 2021 با سپارش وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده اکثریت ما کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یاوان را از کار آزاد کردند. بعضی از نفرانی را که به آدمهای وزیر داخلی پاره دادند، آنها را به دیگر جایها باز به کار ماندند، ولی بسیاری ما یاوانی ها را که سوم ندادیم تماما بیکار کردند. وقتی من به صف ملیسه به کار در آمدم، این وزیر در خوالین کار میکرد. باور کنید رمضان رحیمزاده وزیر داخلی محلچگی را به سیاست اساسی کار خود در این نهاد وزارت داخلی تبدیل کرده است. عین زمان در ناحیه یاوان همه کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی خوالینگی و خیش و تباری وزیر می باشند. آنها در ناحیه برای حفظ و ترتیبات قانونیت یگان کار نمی کنند. تمام فکر و خیالشان پول کارکنی است و خلاص. اهالی یاوان از دست این گونه کارمندان میلیسیا به داد آمدند. در یاوان حالا میلیسه نه حمایتگر بلکه غارتگر مردم شده است. یگان وقت حتی در وقتهای جنگ داخلی و حتی همین 4-5 سال پیشتر هم این طور نبود. میلیسه ها اگر پول و پاره می گرفتند هم پنهانی و پوشیده این کار را انجام می دادند. حالا روی راست پاره می گیرند. پاره گیری و پاره خوری از طرف ریاست ولایتی و سردار میلیسه یاوان شکل و نمودی نو به نو کسب کرده ایستاده است. یک مثال عادی: هر هفته سری هر یک میلیسه ناحیه تا اوچاسکوای ها جماعت ها 100 سومانی برای خوراکواری خانه وزیر داخلی بار کردند. سبحان الله. این پول را سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمع میکند. بر بالای این باشد هر ماه معاون سرداری روکده ولایت میآید برای جمع‌بست ماه و باید که میلیسه ها پول جمع کنند و با کیسه وی 10,000 سومانی اندازند. باور کنید ما میلیسه ها بیزار شدگیم. ما شما را میگیریم و به این گشنه ها تقسیم کرده میدهیم. از سالی که رمضان رحیمزاده بقچه وزیر داخلی شد، مقامات ملیسه را به اولاد و همشهری های خودش تقسیم کرده ایستاده است. حالا اهل اولاد وی و همشهری هایش در یاوان یک شعبه ملیسه اویلوی تشکیل کردند. کارمندان محلی را به دیگر نواحی پریواد کرده، در اینجا باشد کارشان فقط راهزنی و پرخری و حرامگردی است. باور کنید که بعضیشان عریضه نوشته نمی توانند، فرق حرف کلان و خرد را باور کنید نمی روند، نامشان رو درست نوشته نمی توانند، اما از بس که از خوالینگند دیگر او را یک اون کس گب نمی زند. برای آن که در پرشون رحیمزاده رمضان استودگی های چی خیلی خواهند همون خیلی ظلم کرده گشته استودند. یک یک بارا 59 کارمند یاوانی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه را از جای کارشان به اساس آزاد کرده و دیگر ناحیه ها فرستادند. این کار را قصدن انجام دادند تا که بعضی از این ملیسه ها به خاطر زن و فرزند و پدر و مادری پیر مجبور شوند که کار را ترک کنند. بعضی از این ملیسه ها مجبور روسیه رفتند، چون که دیگر نمیخواهند به دیگر ناحیه ها روند. آدم حیران می شود که چرا سردار ملیسه یاوان را فقط مادر خوالنگی می زاید. یاوانی حقوق ندارد که سردار ملیسه شود. حتی در بخش های داخلی شعبه هم یگان یاوانی سردار تعیین نمی شود. محلچگی را اینها به اوج اعلا رساندگی هم. وقتی می پرسند که چرا یک و یک بار اینقدر ملیسه یاوانی را از کار آزاد کردید، جوابشان این است که وزن آنها زیاد بود. این تحقیر و تهدید آشکارا و دروغ محض است. گفتم که بعضی از این کارمندان ملیسه سابقه 30 سالی کاری داشتند. هر یک آنها عائله و خورنده دارند. امروز بیکار ماندند، کسی به اینو بد نمیگیرند.
من به عنوان یک کارمندی با تجربه حفظ حقوق با قاطعیت میگویم که دولت ما دولت غلامداری شده استاده است و غلامدارها تنها از یک محل هستند، محلی که تمام تاجیکستان را حرام کرده گشتند. باید این را تمام مردم تاجیکستان فهمند. دلخواه شخصی که بخواهد در میلیسه به کار درآید آشکارا میپرسد که لایداری در کنورت انداخته بیو، کنورت کدگی بوشی بیور، وظیفه تیار ای. هر یک وظیفه در میلیسه نرخ دارد و اگر تو دیپلمات با آب طلا نوشتگی باشد هم تو پول نتی با کار نمیگیرندند. خوراک پولی هر هفته وزیر داخلی را خود پلکاونیک فیدازاده میرزا سردار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه یوان از میلیسه ها جمع میکند و پول جنبست ماهانه سردار میلیسه ولایت را طالب نظر معاون سردار روکده آمده مجلس گذرانده گرفته می رود. چند روز پیش 24 فوریه سردار پرخور گذرای ریاست کارهای داخلی ولایت اسکندر صالح‌زاده را از کار گرفتند. حالا این نفر نو را بینیم که چی کار میکند. بعد از آن که فیدازاده میرزا سردار میلیسه یوان پولی خوراکواری ایلوی رمضان رحیمزاده را می سپارد، باز میلیسه ها را جمع کرده حق خودش را عدل نطلب میکنند و روی راست میگه که من اینجا همین طور آمادگی نیستم. پلکونیک فیدازاده میرزا قناعت که در ناحیه نوراباد کار و فعالیت کرده است تا آمدن به ناحیه یوان معلومات های زیادی از جنایت های انجام دادهش در این ناحیه نیز به اصلاح رسیده است. من به شما خوب این آنچه که من گفتم در برابر آنچه که ما کار داریم و این میلیسه های سابقی یوان به اصلاح نامه نوشتند، در برابر این به پلکونیک فیدازاده میرزا قناعت گفتنی هم که معلومات های دیگری را نیز از شما به ما رسیده است و جنایت های شما در ناحیه نوراباد به اصلاح رسیده است که روی آنها کار کرده. خوب در آخر برایت خواهم گفت، من به شما صادقانه میگویم که از شمار کارمندان میلیسه نیست زیادش طرفدار شما و برنامه های شما یعنی. خوب منظور برنامه های مخالفا. خوب برادر پاتریوت، سلام علیکم و رحمت. سلام علیکم برادر. اوغوز میره و دکر یا صداتون خوب است؟ من خیلی که 11 سال در مقامات حفظ حقوق فعالیت کردم. من 11 سال در ممکن 4 ساعت خواب میرفتم. من فکر میکردم که یکان همین کلودست هایی که میسازن همجا در نالش ایبرای تو بی بد در آینده او چیز برزید خودت کار بود. برای همین باید مردم به طرف مردم میزشتن در به طرف حق عادل دادن در کار. چون که شما سخنهای حق را میگویید، ما هر روز دیده ایستادیم که اینها با نام و با فرم و با پگان میلیسگی چی کارهای زیشتی انجام داده ایستادند. اینها در حقیقت دزدند که از نام دولت و از نام قانون دزدی میکنند. تو چی را هرگون کتا سیادنه؟ تو کی اگه نرگون بگو؟ تو کی اگه اون بگو؟ مخدام هستی؟ باغاز نکر رنگ یودان رفتور کنی. یک کار دیگری که این است، بعضی از کار افتاده ها و یا خش و تبارهای آنها را مجبور میکنند که متن های نوشته آنها بر مقابل شما و دیگر برادران مبارز را قرائت کنند. نسبت شما هر گونه سخن های بد گویند. باز نسخه زپیسی کرده شما را گرفته و وزیر حرامخور روان میکنند که بینید چقدر شعبه های وکیده کار کرده استودند. باور کنید که همه کارهایشون سخته و بفته است. من خودم شاهد هستم برای این گونه نوارسازی های دروغین آنها. باور دارم که یگان روز حتما از درون ترکیش می شود، چون که دیگر این خیل با ساختگی و با دروغ نمی توان مردم را ظلم کرد. وظیفه ما چی بود که در این ویدیو کردم؟ وظیفه ما در این ویدیو دو تا کابینت یکا در یک تش، دو تا کامپیوتر در یک تش، شش تا بر اومدون بود. بعد بگو چی خیل خداوند هدایتت کرد ایسی گشتی که وقت هدایت تا بگو سال 2021 بود سال گب در سر ایراف که مورا اینفرماسیو قطعی زده استن چی با شما کار نمیکنی، چی با شما انا یگون ستاتیا نامی نویسی خیلی بعد مو گفتیم و خی بازی هم میگوی مهاجیرو گب در مهاجیرو رفته و گفتیم مهاجیرو بسیار بسیارش نمیفهمن نمی چیزا مو باید خدمون کانال داشته باشی ما همی خیلی گب زدم در میدونی اکا در روی ما چی گفتن بیروز شنبه دیگه و دیگه شنبه در مو زنی مهاجیرو را فلان کرده گیم
اینجا میخواهم از یک دو حادثه دیگر به شما نقل نماییم. سردار میلیسه یوان فیدازاده میرزا شبانه در کوچه عبدالرحمن جامی مقابل ماشین یک شهروند حرکت میکند، اما بجای اون که اشتباه خود را فهمد شهروند را باز داشته او را حقارت کرده به سرش داد میزند که چرا ماشینت را نداشتی. شهروند با او میگوید که اگه خودت گناهگاری باز مرا دشنا میکنی. فیدازاده میرزا با آوازی بلند داد زده میگوید که من سردار میلیسه هستم، فلانت میکنم. در حال آپر گروپ را املیسه خونه فریاد کرده ماشین شهروندی بیچاره بیگناه گرفته به شعبه آورده، در شعبه داخلی با ملیسه های درکاریش از نظر گذارانده در بردچاک ماشینش مواد کریستال پرتفته شهروند را پتستوید میکنند و تا روز آن آدم را تحت پرسیش قرار میدهند. از آن آدم با زوری خودم شاهدم $2000 گرفته سپس جوابش دادند. خوب دیگر دیدید سردار شعبه ملیسه فیدازاده میرزا در استرشنی مقابل میبراید و باز شهروند را گناهگار کرده از او $2000 میگیرد. یعنی این است رئیسان ملیسه ها در ناحیه ها. حادثه دیگر، کارمند اپراتیوی لیتنانت ملیسه سیدوف زیارتشا یک جوان یوانی را به شعبه وزارت کارهای داخلی آورده مورد لاتکوب قرار میدهد. این جوان گویا با یک دختر گپ داده است. جوان را لاتکوب کرده میگوید که من جیانی وزیر کارهای داخلی هستم، یگان کس یگان کار کردن نمیتوانم، مرا وزیر برای فلان، سبحان الله، برای فلان کردن خلق یوان به اینجا وظیفه داده است. چه خیر فورم همی خیل کارتان میکنم. خوب دیگر رمضان رحیمزاده را میدونم، دیگر باور که این جیان این دودر همشه برای تجاوز مردم تاجیکستان یعنی که وظیفه میداده باشد. خوب دیگر این نمیدونم به خدا قسم اینو چی گونه انسان هستند. خلاص سر و روی جوان را خونشار کرده مبلغ کلان گرفته سپس جوابش میدهند. وقتی من پرسیدم که مبلغی از او گرفته را میدونید، گفت چیزی نمیدونم، دروغ گفته نمیتوانیم. ساکنی دیهه شوردره یوان با لقب پاولی یکی از نرک بیزنس های اساسی است. پاولی همیشه با راهبران ملیسه یوان زبان یافته و در زیر سایه دولتی آنها تجارت خود را رونق و رواج می بخشد. اولها پاولی را سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جانیک عبدالقادیروف کریشوت می کرد، چون که با او خانه خریده داده بود. بعد باز سردار دیگری شعبه وزارت کارهای داخلی شریفزاده جمشید او را کریشوت میکرد و شریفزاده جمشید مگزین ساخته داده بود. بعد رفتن شریفزاده جمشید پاولیک را غفارزاده عبدالرؤوف با وین شریفزاده جمشید کریشوت کرده گشت. البته تو آمدن سردار امروزه فیدازاده میرزا، وقتی که سردار نو به کار آمد در حال پاولیک را توسط دادر نام شخص آورده با فیدازاده شناس کرده. خوب دیگر گاوی جوشو از باید از اینها پول کنند. خلاص این پاولیک یک چند گروه کاری خود را دارد و معاملات میکند. کارمندان اپراتیوی آنها را چندین مراتبه قپیدند، لیکن با یک زنگ همین خل سردارهای شعبه وزارت کار داخلی آنها را جواب میدهند. من خودم هم در عملیاتی بازداشت بعضی آنها اشتراک داشتم، اما آنها را حتی تا ناآورده به ملیسه خانه جواب دادیم. پاولیک را در ناحیه همه مقامات میدونند که به چی کار مشغول است، لیکن از پاولیک متهم که هستند یگان کار کرده نمیتوانند. پاولیک یک خل کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی را در رویش خوب پشالوان یا ایدی فلان میگفته است. اول از که من پتفلسان میکنم مایمون تو باید که اجاد بخیزی پرام بلد. باز میگفته است که فلان ما یکان تد خدا نمیتونید. خوب دیگر این سبحان الله. دادر سابق سردار بازرسی دولتی افتومبیلی ناحیه یوان می باشد. چندین مغازه و هم مهمانخانه ها دارد و با سرداران ملیسه که یوان به کار می آیند به همه صنعت و شرایط خدمت می کند. عد دوشی خدمتشان می کند. یعنی دوملیکانه که سرداران شعبه وزارت کارهای داخلی است. در ناحیه به دادر یگان کس یگان چیز گفته نمی تواند. در مهمانخانه هایش برای سرداران ملیسه و کارمندان بلند مقام آن مخصوص اتاق ها دارد و برای آنها دختر تشکیل میکنند. باور کنید دروغ نمیگویم، زنهای شوهردار را که شوهرهایشان در روسیه هستند شوهرهایشان را اکستریمیست و تروریست گفته دلو میکشویند و آن زنها و دختران آنها را میارند. این به آن خاطر است که بی پولند و چیزی هم گفته نمیتوانند آن زنهای بیچاره. اگر صدا بلند کنند گپشان همین است که شوهرت را میاریم 20 سال زندانش میکنیم. این گپ را از کسی نشنیده بودید، ولی وجدانمان آزارمان میدهد که این جنایت های کارمندان ملیسه را در ناحیه یوان نگویید.
لا حول ولا قوه الا بالله. این چی دور است و این چی زمان است؟ این را همه نوحیه میداند، پرکرار هم میداند و امنیت هم میداند و رئیس نوحیه هم میداند، منظور همه مقامداران سطح یا رده بالایی میدانند، اما یگان کار کرده نمیتوانند، چون که کنلس و بوز و سرداران شعبه وزارت داخلی میباشند. دادر چند پسر دارد که تماما از خود رفتگیان، یگان وقت در حالت هوشیار بودنشان در سر رول ماشین نمیشینند، دائما مست و الست میگردند. یکی از پسران دادر اسرار نام دارد که نه یک بار و دو بار برای سر رول مست نشستنش دستگیر شده باشد هم، اما هیچ کاریش نمیکنند، حتی یگان بار پرواش را لیشت نمیکنند از رانندگی و او همه وقت یعنی همون خیل ماشین میراند. باز یک معلوماتی دیگر از داخلی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان با شما میرسانیم. در شعبه ما یک زنی اسیتینکا هست با نام اینا اولگونا. این زن سالهاست که سرمحاسبی شعبه این شعبه وزارت کارهای داخلی میباشد. سردار شعبه پلکونیک فیدوزاده میرزا از کسی فهمید است که این علیگونا خوب سبک پا بوده است. یک نفر کارمند اپراتیوی برای کدام کاری به کابینت سردار میلیسه میدارد که آنها دو کسه خوب چنین عملی محرمانه ای دارند. این سر محاسب چنانی گفتم چندین سال می شود که در شعبه فعالیت میکند. سابق سردار شعبه عبداللهیف زینت الله نام داشت، این را تاب داده میگشت. بعدی وای باز با سردار عبدالقادر و جعفر با این همین کار را میکرد. بعد رفتن عبدالقادر و سردار نو شریفزاده جمشید آمد. این علیگونه آنقدر خودش را نزدیک کردن خواست، اما شریفزاده جمشید او را فهمیده با وای نغز گپ نزد. اما بعد رفتن شریفزاده جمشید، غفارزاده عبدالرؤوف سردار شبکیده یوان تعیین شد و با این زنی سبب با دوام داده گشتن گرفت. حالا باشد در جای غفارزاده فیدوزاده میرزا آمده است که با این علیگونه دوام داده گشته ایستاده است. قریب 26 سال می شود که این زنی اسیتینی سردار میلیسه ها را به خود جلب کرده، هر کاری که خواهد دیگر از نام آنها انجام می دهد و برایش زلیانی سویتفار است. آنقدر زن شتاه و به حیا و به شرم است که با کلان سالیش نگاه نکرده، حتی در درون اتاق کاری سرداران میلیسه ها این عملهای شنع و پس را انجام می دهد. سر اکثریت این سرداران حرام خور را تاب داده می گردد و پس از آن هر کاری که خواهد در ناحیه انجام می دهد. قریب یک هفته نمرهای کارمندانی از شعبه وزارت کارهای داخلی یوان که از کار سابق دوش کرده را همه طرفه تحت سنجش قرار دادند. اصلا قریب به عمری همه همین حکومت امامعلی رحمان رحمه در مقامات کار کرده آمدگیم. 7 نفر از این نامه شکایتی نوشته ایستاده جوانی من را خزان کردیم. امروز با ما چنین برخورد میکنند. ما نوشتنی نبودیم، ولی پس از این ناباوری از ما کارمندان سابق شعبه وزارت کارهای داخلی یوان دیگر گفتم وقتی از ما ناباور هستید بگذار این گمانتان راست براید. اگر چنین ناباوری ها و برخورد مقامات ناحیه با ما ادامه یابد سرهای زیادی را خواهم نوشت تا همگان دانند که در این ناحیه چی میگذرد. باور کنید مقامات را همین خل حرام ساختگی اند. الله شاهد است که حتی نرکبیز نیز در کیسه‌اش شهادت نامه وزارت کارهای داخلی را دارد و همین خل مردم را عذاب داده ظلم بر سرشان آوردند که هیچ حساب ندارد. خود من شاهدی 4 نفر از نرکبیزنسان و از افراد جنایت پیشه را میشناسیم که او دستورین یا شهادت نامه وزارت کارهای داخلی را دارد. وقتی او را دستگیر میکنند شهادت نامه را نشان میدهد و میگوید در عملیات هستم و نمیدونیم دیگر ما چی کار کنیم. خوب دیگر بینندگان گرامی معلومات های خیلی جالبی به اصلاح نوشتند. اکنون میگذاریم به کمتر افشاکاری. خوب بله، سردار شعبه خدمات محافظه در ناحیه یوان پدپلکونیک میلیسیا صدیق‌زاده اشورعلی می باشد. از کار این شخص حرامخور قریب 10 سال زیاد می شود که در یک وظیفه کار کرده با کارمندان قطاری بسیار ظلم آورده، حتی معاششان را نمی دهد. یک دملکانه که ظالمان کلانهای وکده می باشد که این را یگان کس یگان سخن کرده نمی تواند. ظلم بالای کارمندان قطاری هر روز با شدت کرده می گردد. هیچ کس زورش به او نمی رسد. می گفته است که وزیر شم از من متهم است، اکبر جوره رستم شم از من متهم است، کسی هست از اینها زورتر. یعنی خیلی خوب دیگر دیدید که چی می گفته است. پدپلکونیک میلیسیا صدیق‌زاده اشورعلی بوزترین شخصیت در بین کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی باشد که این را یگان شخص از روی بوزیش در ناحیه اعتراف و احترام نمی کند.
حتی چندین کارمند خودش را به امنیت فروخته است که این کارمندان گروه های مخالفان را تماشا میکنند. گفته کارمندان بیچاره را که نان خوردنشان را با یک عذاب میابند آنها را از کار آزاد کردند، نسبتشان دلای جنایتی هم باز کردند به توسطی کدام. پدپلکانیک صدیق زاده اشورعلی صاحب دو همسر بوده، در این عکس همسری یکومش را جانه میبینید، در خانه همسری یکومش عکس گرفته است. اکنون خودتان خلاصه برارید که با یک آیله که ملیسه دو زن داشتن کاری ساده و آسانه نیست. صدیق زاده اشورعلی یک چند مغازه، یک چند ماشین های گران ارزش دارد. در عکس ماشینی نوی گرفته اش را خوب دیده ایستاده اید که چگونه است. این خانه برای زنی دویومش ساخته شده است که این خانه را همین کارمندان قطاری از فوندمنتش سر کرده تا کریشش به پول ساخته دادند. کارمندان قطاری را رنگی غلام برای ساختن این خانه استفاده بردگی است تا امروز. عکسی کودکانش و از همسر دویومش، یک بچه و یک دختر، چنانه که در نوار دیده ایستاده اید. خانه همسر یکومش که این را هم همین کارمندان قطاری ساختند، به پول با یک دادنی شکم سرکنی کارمندان با کار دولت نیو با کار شخصی استفاده برده، رنگی غلام کارمندان شعبه وزارت کار داخلی را کار میفرماید. حتی کارمندان با شوخی میگویند که خای اکا اشورعلی مرد، یگان کسمون با جای مزد مهنتمون یگان سبحان الله. یعنی باور کنید نمیتونم خونده بعضی گپایی که این یعنی جبر دیده ها مینویسند. حتی کارمندان با شوخی میگویند که اشورعلی مرد، یگان کسمون با جای مزد مهنتمون نکاح کرده میگیریم، یعنی همسری اشورعلی را با همین رچات میشود، اخلا قرض و قیامت نمیمونیم و از مینش نمیغلطه. خوب باید دیگر اشورعلی بفهمد که پس از ظلم های انجام میدهد، یعنی در موردش چنین میگویند، اگر ناموس و وجدان داشته باشد نباید دیگر به این جنایت ها دست زند. اینجا باشد همان جایی که همین ظالم کیف و صفا کرده میگردد، چون که در عکس میبینید کلینبر با همه شرایطش با دخترهای یوش استراحت میکند. فعلا 11 دخترهایی که با آنها مناسبت های دائمی دارد با عکس ها و نام و نسبشان در اصلاح محفوظ است، میگذاریم آنها را برای آینده. اگر اصلاح شد با همین تمام، و اگر باز هم ظلم را ادامه داد حتما همه را نشر خواهیم کرد. در این عکس باشد همان کارمندانی هستند که نامشان در کار می رود و خودشان در خدمت نیستند. اینها همان نرک بیزنس های ناحیه هستند که اینها را همه ناحیه یوان و مقامات قدرتی، کمیته دولتی امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکراتورا، کروپسیا خوب می شناسند. اما از اینها می چکد و کسی کارشان ندارد، هر کاری خواهند می کنند. در تاجیکستان دو زن گرفتن ممکن نیست، اما پدپلکانیک صدیق زاده اشورعلی ظالم صاحب دو زن، دو حولی، یک چند مغازه و جای تعمیر اوتومبیل در ناحیه می باشد. از کدام حساب اینها را ساخته است و خریده است؟ در شعبه همه خش تبارهایش کار و فعالیت میکنند. خش و تبارهایش در زوادی سیمنتی خواکسین در دروازه همچون میلیسیا مانده است. هر روز آنها باشند از رانندگان سوم گرفته، حق این ظالم را به مبلغ 1000 سومانی روزانه آورده میرسانند. در همین شعبه خدای خودش را آورده است که این آدم کلان سال می باشد، نامش رجب بوریف. این آدم پیش در زواد خیمزواد در بخگلتر یک کارو بارش فقط دزدی بود. این را آورده بخگلتر شعبه کرده است که هر دویشان شعبه را زیاده از 10 سال می شود غارت کرده گشتند. گرچند در بخگلتر یا باید از خود مقامات کار کنند، لیکن این ظالمان مقامات را شخصی کرده چه خیلی فورشان همون خیلی مردم عذاب داده گشتگی هند. بله بینندگان گرامی، آنچه تقدیمتان نمودیم هیچ تهمت و بختانه در این وجود ندارد و این اعتراف کارمندان سابق شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه یوان می باشد. زیر این نامه با اصلاح رسیده 13 امضا با نام و نسب و رتبه هایشان وجود دارد. در آخر نوشتند که ما با شما اعتماد داریم و از این خاطر شخصیت خود را آشکارا برایتان نوشتیم. ما این کارمندان با شرف را هرگز آشکار نخواهیم کرد و درود بر شرف و مردانگی و ناموس شما فرزندانی ملت. اینجا خطاب به رئیس شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه یوان پلکانیک فیدازاده میرزا قناعت. چندین جنایت های شما در دستی ما قرار دارند، ولی ما نخست مردانه طلب می نماییم که جنایتکاران را از صفهای شعبه وزارت کارهای داخلی دور کنید. این چنین به پراکرار ناحیه، کروپسیه و کمیته دولتی امنیتی ملی ناحیه یوان عین همین طلب را می نماییم. اگر این نوع عدالتی از این شعبه وزارت کارهای داخلی برطرف نشود، برای هر کدام شما برنامه های مخصوص
تقدیم خواهیم کرد و شخصیت های هر یکی شما را با مردم آشکار خواهیم کرد. فعلا از سردار شعبه وزارت کارهای داخلی یاوان و پرکرار ناحیه و معاون کدام معلومات ها پر شدند. تنها انتظار بهبود وضع در ناحیه یاوان هستیم و تمام. دیگر خطاب بر رمضان رحیمزاده و اس اس یتیموف مخوف و یوسف رمضان عروسی زویر نمیکنیم. میگذاریم به خودی مهره های این نهادها در ناحیه یاوان. ما گفتیم و شما شنیدید. تا امروز هم آنچه گفتیم انجام دادیم. نه رستم ماند و نه آزاده و نه پیشوا و نه وزیران ارشد رژیم. شما در پیش این نهنگان مثل کفکی بالای بحرید. دست از ظلم و فساد و رشوه‌ستانی و عملهای غیر قانونی در ناحیه یاوان بردارید. جنایتکاران را از وظیفه هایشان برکنار نمایید. ما انتظار نتیجه هستیم. دیگر اصلاح می شود، آگاهی دادم نمی شود. سبب دوش با ستیه و ما انتظار این عمل هستیم. اگر نشود پس ما تمام جنایت های شما را نشر خواهیم کرد تا اینکه ملت و مردم ببینند و بدانند که شما کی هستید. در لباس نظامی و بالای کتف هایتان رتبه ها دارید و جنایت انجام می دهید. خوب، امیدوارم که انشاءالله این خطاب های ما به این ظالمان رسیدن. بله بینندگان گرامی، اگر معلومات های دیگری هم از ناحیه یاوان داشته باشید به اصلاح نویسید، نه فقط از اداره میلیسه یا کارمندان شعبه های وزارت کارهای داخلی، از کمیته دولتی امنیت ملی داشته باشید، از کروبشه داشته باشید، از دیگر ساحه هایی که در ناحیه هست نویسید. حتما ما انشاءالله که آنها را مورد بررسی و تقدیم ملت می نماییم پس از سنجیدن و تحقیق نمودن. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله. Allah'a emanet olun.